سلام دوستان، بابک امینی هستم. خیلی خیلی خوشحالم که 58 کلاسمون رو در خدمتون هستم. این کلاس هم از کاتگوری Scales, Chords and Harmony بخش 33 هستش، ادامه کلاس قبلی هستش این کلاس و در مورد پیدا کردن کوردهای 7 یا 7 صحبت کرده بودیم. تو دو تا کاتگوری که کاتگوری روت 6 که E و E ماینر که تا پایین می اومد، طبیعتاً F ماینر تا پایین تا D ماینر و کاتگوری روت 5 که A ماینر و A هستش، اینا هم به ترتیب همون شکل رو انتقال میدیم به سمت جلو با باره. ممکنه باره براتون سخت باشه، حتما تمرینای قبلی که در مورد باره گفتم چک بکنید و مطمئن باشین وقتی که باره میگیرین از این قسمت انگشتتون، بند انگشتتون کاملا باید صاف باشه و حتما شستتون رو از پشت بیارین پایین که بتونه این باره کاملا صاف نگه داشته بشه. ولی اگر که یکی از این بندهای این انگشت کج باشه، طبیعتا نوتایی که این زیر در هستش میوت میشه و صدای درست نمیگیرید. اگر که دیدین که به مچتون فشار میاد، حتما بدونید که این مرحله برای شما مناسب نیست و باید برگردین مرحله قبلی و تمرینای باره رو مجزا انجام بدین. اول از 3 تا باره شروع کنین، 4 تا، 5 تا و 6 تا. حتما بتونید که دستتون رو جابجا بکنید که کاملا این صاف قرار بگیره و از بدنتون، من حتی نمیدونید بدون گرفتن شست شما باید بتونید صدای باره رو در بیارید، یعنی از بدنتون. 80% صدای باره گرفتن از بدنه و 20% برای هندلینگ بهتر از شستتون استفاده میکنید. مثلا یه کنسرتی که 2-3 ساعت طول میکشه، شما باید بتونید حداقل 1-2 ساعت با بار و جای مختلف بتونید گیتار بزنید. برای همین اگه تمام فشار رو به شستتون بندازین، مطمئنن دستتون زود خسته میشه و به مچتون فشار میاد، به انگشتتون فشار میاد. اینا رو مجزا قبلش باید تمرین کنید، بعد این کوردا رو، چون به هر حال کورد بیشترین فشار رو میاره روی دسته، چون 6 تا سیمو دارید میگیرید. خب این جلسه بیشتر در مورد کاتگوری روت 4 یا کورد هایی که درجه تقسیم 4 اسم گذاریش شروع میشه، دی و دی ماینر، که احتمالاً این میدونید دی آزاد سیم 4 که روتش هستش، درجه 5 ای با انگشت 1 میگیرن، فرت 2 رو سیم 3، با انگشت 3 رو سیم 2 فرت 3 نوت دی رو میگیرین و اف شارپ رو با انگشته که این درجه 3 هستش با انگشت 2 رو سیم 1 فرت 2 به این صورت که ماینرش به این صورت، یعنی جای 1 و 2 رو باید عوض کنید و 1 و 1 ببرین عقب، چون 3 کوچیک رو میخواییم، ماینر 3 رو میخواییم که اف هست، دی ماینر و دی. اول اینو تمرین کنید و بعد بتونید اینو به طور مجازی باره بگیرید، اینجا کاری که این صدل میکنه براتون انجام بدید، بعد اینا بتونید شیفت بکنید بیارین توی دسته به همون فرم. ببینید دی ماینر با این باره مجازی، بعد میارینش جلو، چون اسم گذاریش از سیم 4 بس میشه ای فلات ماینر و اگه مثل الگوی میجرشو بگیریم میشه ای فلات، این میشه ای، ببخشید این میشه ای ماینر. مثلا ببینید این اینه تو دوتا الگوی قبلی اگه بلد باشین به شما الان 3 ای رو میتونید داشته باشین، که البته یه تمرینی هست که به راحتی باید بتونید مثلا چند تا پوزیشن مختلف از هر کورد رو بسازین جاهای مختلف. مثلا یه ای ماینر، مثلا اینجا ببینید سریع بتونید A minor root 6 و اینجا A minor root 4، مثلا F sharp یا فادیز F sharp، ببینید اینجا یه دنه F sharp داریم، اینجا یه دنه F sharp داریم. از تمام کاتگوری ها root 6, root 5, root 4 بتونید یه کورد رو تو 3 جای مختلف بسازین، حتما خودتون رو امتحان بکنید و بدونید که چه اینت
اینتروالایی رو تو این پوزیشن دارین صداشو میگیرید. دیه که روتتونه یا درجه اصلیتونه، بعد درجه پنجم، بعد سکند روت یا آر تو یا اکتاف، فرق نمیکنه چیزی، این درجه یه که ما تمام کار داریم با این سکند روت برای هفت، بعد میجر سون هفت بزرگ، برای حتی سیکس، برای ناین، برای فلات ناین ما سکند روت ها رو خیلی احتیاج داریم که میدونید روت سیکس سکند روتتون اینجاست، ایه. روت فایف سکند روتتون اینجاست، ایه. روت فور سکند روتتون اینجاست. کافیه سکند روت رو دوتا بریم عقب به این صورت، ای ماینر سیون به امون بیدیم. حالا اگر که میجر باشیم اینو دوتا بریم عقب، انگشت گذاری عوض میشه، با دو یک سه باید این سیونتون میشه، مثلا میشه دی سیون، میشه دی ماینر سیون. حالا من اینو با یه نیم باره با انگشت یکم دوتا نوتو دارم میگیرم، میتونه اینجوری باشه، یعنی یک و دو رو انگشت یک رو بذاری رو سی، دو رو روی اف، سه رو روی ای به این صورت. حالا این فرمو شما الان ببینید، بیارین اگه تو دسته مثلا ای ماینر از روت فور بگیرید، کافیه این نوتو که سکن روتتونه ایه دوتا ببرین عقب، این شکلی میشه. درست من باره رو منگوشه یک گرفتم که نوت ای رو داره به من میده، بعد اینجا بی ثری رو فرت چهار سیم سه با انگشت کوچیکم گرفتم، با انگشت دو دی رو گرفتم فرت سه سیم دو، و با انگشت سه جی رو گرفتم نوت فرت سوم سیم یک، که در اصل این ای ماینره، ای ماینر سیون. اینو مجزا تمرین کنیم، ممکنه یکم براتون راحت نباشه، و میجرش هم تنیم این ایه، این دوتا بره عقب میشه ای سیون، که حالا بعضی ها ممکنه که راحت باشن اینو نوت بگیرن به این صورت که بارن شاید فشار بیاد، یا حتی این، یعنی اینو نوت بگیرن به جای باره، این هم میشه، یعنی میتونین حتی سیون ها رو جای مختلف بتونین بگیرید. این هم باز تا باره 10 به راحتی میتونه به شما 20 تا پوزیشن مختلف ماینر و میجر و سیون به شما بده. سکند پوزیشن روت 5 هم به شما میخواستم بگم، تو اسم اونایی که از گزارشون از سیم 5 ای ماینر و ای میده، و اینجا اگه سی رو در نظر بگیرید، اینم چون به هر حال از سیم 5 یا از سیم بر هم سیم 5 بهتره بگیم از گزارش شروع میشه، از نوت سیم 5 اینم میتونین باز به هر حال تو کاتگوری روت 5 بذارید، ولی هم خانواده شون نیستن سکند پوزیشنشه. این رو هم درجه هفتمش ببینید، این سکند روتتونه، دو تا بریم عقب، یه دنه بی، یه دنه بی فلات، یه دنه بیایم عقب بی رو به شما میده، این سکند روتتونه، دو تا بیاین عقب اینجا بی فلات رو به شما میده که اینجا بی فلات اضافه میشه. حالا دیگه ما چون بیشتر از چهار تا انگشت نداریم، نمیتونیم یه باره مجازی اینجا برای گرفتن هفتش در نظر بگیریم، اگه هفتش رو بخواید باید همینو جابجا کنید سیم 6 و 1 رو دیگه نزنید. ببینید حتی اگه میخواین بزنید با انگشت یکتون میوت بکنید، بگیرید خفه بکنید سیم یکتون رو به این صورت. خب اگر که میخواین خود کوردو بدون هفت یا بدون چیز دیگه که بخواید بزنید به این صورت میشه، اینو تمرین بکنید. نه ممکنه کم برای دستتون اگر که نتونید هنوز باره بگیرید سخت باشه، اینو بیارید توی دسته، مثلا این اگه سی باشه طبیعتا این اسم گذاری از اینجاست یا از اینجاست فرق نمیکنه. این الان این نوت انگشت کوچیکه من اسم گذاری اینو به من میده و میجر میده فقط، دی هستش، دی یا ر ماژور، این میشه چی؟ اینجا میشه ای فلات، که همینو من اگه بخوام سیون بکنم این نوتو باید بگیرم که این نوتو با باره دیگه نمیشه، برگردیم به همون حالت اصلیش که اینم مجزا باید تمرین کنید، یعنی به این صورت، یعنی معمولیشه این سیون،
هم دی داریم، یه سیم، یه صداست دی 7، اینجا دی 7، اینا با دی معمولی، اینجا دی، این دی 7. اینا رو مجزا تمرین بکنید. ممکنه یکم اولی سخت باشه براتون، ولی حسابی زمان بذارین، آروم آروم برین جلو، مطمئنا میتونید انجام بدین. البته این پوزیشن، سکند پوزیشن روت 5 ماینر هم میده، کورد ماینر هم میده، ولی بعد اینا رو مجزا توی قسمت بعدی، چون اینا ممکنه که به این صورت ماینرشه، ماینر 7 ناینشه، میجر فلات 9، اینا رو همه رو مجزا توی یک گروه دیگه ای از کلاس ها خدمتون میگم که به هر حال یه مقدار کورد ها پیشرفته تره. الان این هم قسمت، به همین قسمت بیسیک رو شما حسابی مسترش بکنید و کاملا باید بهش اشراف داشته باشید. باز اینجا میخواستم که از اسپانسر این کلاس و کل این کلاس هایی که به هر حال داشتیم، شرکت KHP Musical Instruments تشکر کنم که باعث شدن این کلاس ها به طور رایگان در اختیار عزیزان قرار بگیره. تا بعد.